استان نجف شاهد اجرای طرح‌های امنیتی، خدماتی و بهداشتی به منظور گرامی داشت شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در حرم جانشین ایشان امیرالمومنین علیه السلام باشد. در همین راستا گفتنی است میلیون‌ها زائر و دسته‌های عزاداری از داخل و خارج از عراق به این شهر مشرف می‌شوند. سرهنگ مقداد میری موسوی مدیر رسانه پلیس استان نجف اشرف گفت این اداره برای بزرگداشت زیارت امیرالمومنین علیه السلام در شهادت جانسوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمادگی کامل دارد. به ادامه داد پلیس استان جاده ها را برای زوار پیاده ای که به شهر مقدس نجف می آیند ایمن ساخته است. موسوی افزود همچنین 43 دستگاه آمبولانس و 45 تیم پزشکی در حاشیه شهر و جاده های منتهی به آن برای کمک به زوار حضور دارند. آمار جدیدی که توسط تعدادی از فعالان حسینی در شهر مقدس کربلا تهیه شده است، بزرگترین و گسترده‌ترین موکب‌های عزاداری شرکت کننده در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا را نشان می‌دهد. بر اساس آمار مشاهده شده توسط خبرگزاری اخبار شیعه، موکب شهید جمعه حسینی از منطقه سوگ و شیوخ در استان زیقار با شرکت 34589 عزادار رتبه اول را در بین دسته های عزاداری به دست آورد. همچنین دسته بنی عامر از استان بصره با 22849 عزادار در رتبه بعدی قرار گرفته است و اما مقام سوم به موکب القما الحسینی از مردم استان المثنا رسید که تعداد شرکت کنندگان در آن به 10248 عزادار رسید. همچنین موکب امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از شهر ناصریه در استان زیقار با تعداد 9374 نفر عزادار در جایگاه چهارم قرار گرفت. بر اساس آمارها موکب امداد حسینی از استان بصره با 8597 عزادار و موکب سید الشهدا الحسینی از استان زیقار با 1000 عزادار در رتبه پنجم قرار گرفت. گفتنی است موکب‌های عقیله بنی هاشم از استان القادسیه با شماره 945 عزادار و موکب عاشقان الحسین علیه السلام از ایران با شماره 945 عزادار و هیئت عزاداری از زهرا سلام الله علیها از استان ناصریه به تعداد 700 عزادار و موکب از شمالی الحسینی از استان بابل به تعداد 690 عزادار و موکب انصار الحجه الحسینی از ناحیه ناصریه به تعداد 685 عزادار در رتبه های بعدی قرار گرفتند. بخش بین الحرمین آستان مقدس عباسی پویش گسترده قبار روبی و شستشوی بین الحرمین را بعد از پایان مراسم اربعین حسینی آغاز کرد. امیر موسوی سرپرست این پویش گفت بعد از پایان مراسم اربعین حسینی و استقبال از میلیون ها زائر، پرسنل ما پویش گسترده قبار روبی و شستشوی منطقه بین الحرمین و ورودی های آن، جمع‌آوری زباله و تعویض فرش‌های موجود در آن منطقه را آغاز کردند. وی اظهار داشت این پویش در چارچوب تلاش‌های مستمر این بخش بعد از زیارت اربعین جهت فراهم نمودن فضای مناسب برای زائران و آماده سازی آن جهت اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی در روزهای آتی است. گفتنی است این پویش از روز نخست ماه صفر همه تلاش‌های خود را برای ارائه خدمات مختلف به عزادارانی که به زیارت حرم مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مشرف می‌شوند بسیج کرد. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا اعلام کرد که طی ماه‌های آینده گزارشی تحقیقاتی درباره طرح بزرگ اربعین 20 میلادی آماده و منتشر خواهد کرد.
حسین عادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ضمن اعلام این خبر گفت بعد از 10 ماه جلسه منظم و پیوسته که بیشتر آن جلسات با حضور جناب شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام برگزار شد، اکنون در پی آن هستیم که گزارشی جامع و تحقیقاتی در مورد طرح بزرگ اربعینی ارائه دهیم تا در چند سال آینده که تعداد زائران به 50 میلیون نفر میرسد، زمینه لازم برای خدمات رسانی آماده شده باشد. وی در ادامه افزود ما منتظر پایان اربعین سال جاری بودیم تا بتوانیم جدیدترین اعداد آمارهای مورد نیاز را به گزارش بیافزاییم و نتیجه و جمع‌بندی 10 ماه جلسات را بهتر استخراج کنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به تعطیلی 1/5 مدارس در یمن به دلیل درگیری‌های مسلحانه و جنگ در این کشور هشدار داد. به گزارش اسپوتنیک، کمیته صلیب سرخ در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات و جنگ اعلام کرد، آموزش به سرعت و به شدت به دلیل درگیری‌های مسلحانه و سایر اشکال خشونت به ویژه حملات و تهدید دانش آموزان و معلمان مختل می شود. در این بیانیه آمده است در نتیجه ادامه جنگ 20% مدارس ابتدایی و متوسطه در یمن تعطیل است و بیش از 2 میلیون کودک یمنی قادر به حضور در مدرسه نیستند. سازمان ملل متحد اواخر ژانویه هشدار داده بود که سیستم آموزشی در یمن در آستانه فروپاشی است. گزارش‌های بین المللی همچنین از نیاز حدود 22 میلیون شهروند یمنی به کمک‌های انسانی فوری خبر می‌دهند و بحران کنونی یمن را بزرگترین بحران کنونی جهان به شمار می‌آورد. رسانه‌ها و مقامات دولت نیجریه اعلام کردند در پی واژگونی قایق در مناطق مرکزی این کشور 10 نفر جان باختن و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های نیجریه اعلام کردند در پی واژگونی قایق در رودخانه‌ای در منطقه موکاوا در ایالت نیجر در مرکز نیجریه دست کم 26 نفر جان باختن و 44 نفر دیگر نیز همچنان ناپدید هستند. آژانس مدیریت اضطراری ایالت نیجر اعلام کرد این قایق بیش از 100 نفر سرنشین داشته است. به گزارش مهر، اواخر بهار نیز 100 نفر در ایالت کوارا در پی واژگونی قایق جان باختند. دو روز پس از وقوع زمین‌لرزه مرگبار در مراکش، وزارت کشور مراکش آخرین آمار جانباختگان را 2122 تن و زخمی‌ها را 2421 تن اعلام کرده است. گفته شده هنوز هم تعداد زیادی زیر آوارها باقی مانده و تلاش تیم‌های نجات برای یافتن بازماندگان این زمین‌لرزه ادامه دارد. سازمان ملل و شماری از کشورها تیم‌های جستجو و مددرسانی به آسیب دیدگان زمین‌لرزه را به مراکش فرستادند. با این همه، مقام‌های مراکشی می‌گویند که چالش اصلی تیم‌های کمک رسان قطع بودن جاده‌ها و عدم دسترسی به برخی مناطق زلزله است. به گفته آنان، تیم‌های کمک رسان در حال حاضر از چرخبال‌ها برای کمک رساندن کمک به آسیب دیدگان استفاده می‌کنند. همزمان با این، دولت مراکش برای ادای احترام به قربانیان این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است و رهبران جهان پیام‌های تسلیت خود را به این کشور ارسال کردند. طبق گزارش‌ها، الجزایر همسایه مراکش که روابط خوبی با این کشور ندارد و 2 سال است که حریم هوایی خود را بسته بود، از روز گذشته اجازه پرواز برای کمک‌های بشردوستانه و انتقال زخمیان را صادر کرده است.
رسانه‌های پاکستانی از موج تازه بازداشت مهاجران افغانستانی از سوی پلیس آن کشور گزارش دادند. بر اساس گزارش شبکه IRY، در تازه ترین مورد روز یک شنبه 19 شهریور پلیس پاکستان دست کم 121 مهاجر افغانستانی را در شهر کراچی آن کشور بازداشت کرده است. این رسانه دلیل بازداشت مهاجران را ورود غیرقانونی آنان به پاکستان عنوان کرده است. این در حالی است که وزیر کشور پاکستان به تازگی اعلام کرد که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا اقدامات محکمی علیه مهاجران غیرقانونی در آن کشور انجام دهد.